مهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. تشکر میکنم از حاجای رسولی و حاجای طاهری بزرگوار لطف فرمودن. من چون از آن نزدیکیم خیلی سریع نکاتی رو عرض میکنم محضر شما بزرگواران و مهمه، حتما در جلسات دیگه به این موضوع من خواهم پرداخت. اساسا جامعه منتظر خودش رو شبیه به امام زمان میکنه. کسی که منتظر ابا صالحه خودش مصلحه. از سمت دیگه هم ما میدونیم که اهمیت حضور ایشون و ظهور ایشون به تشکیل حکومت جهانی ایشونه و دولت کریمه ایشونه. ما تعارف نداریم هیچ کسی امیرالمومنین رو از امامت نتونست عزل بکنه. هیچ کسی در جهان اسلام منکر این نیست که امیرالمومنین شجاع‌ترین فرد بود، از همه قاضی‌تر بود، اعلم بودندیشون، علمشون بیشتر بود. اما تمام آن چه اتفاق افتاد سر این بود که امام علی فقط حاکم نباشد. در ماجرای ابا عبدالله هم همین است. یزید معروف بین جامعه اسلامی به گناهانی که انجام میداده. تمام دعوا با ابا عبدالله این بود که حکومت یزید رو بپذیرن و تایید کنن. خبر خلافت عهدی امام رضا مثل بمب صدا میکنه. پس همه چی و دعواها بر سر این است که چه کسی بر این دنیا حاکم باشه. حرف آخر و اول میزنم. اگر ما جامعه منتظر هستیم و اگر حکومت تشکیل دادیم و تو اون پنج مرحله‌ای که رهبر انقلاب فرمودن که انقلاب اسلامی انجام شده، نظام اسلامی شکل گرفته، بعد مرحله سوم دولت اسلامی باید درست بشه که تمام ارکان این نظام، وقتی میگیم دولت منظورمون قوه مجریه نیست، قوه قضایی، قوه مقننه، همه اینها اسلامی به معنی واقعی کلمه بشه، بعد جامعه اسلامی شکل میگیره و بعد تمدن اسلامی. ما تو مرحله سومیم که مهمترین و از نظر بنده سخت‌ترین مرحله است. اگر قرار منتظر خودش رو شبیه امام زمان بکنه، حکومت اسلامی منتظر هم خودش رو باید شبیه حکومت امام زمان کنه و کارگزاران اسلامی هم باید شبیه کارگزاران امام زمان باشن. برین در روایات بخونید ببینید چی ها فرمودن. در روایات داریم که سختگیری حضرت ولی عصر به کارگزاران خودشون میکنن که بی سابقه است در تاریخ. فردی خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، معلم خونه است، میگه من دیدم همه گروه ها میان همینطور، هم در مورد معلا این هست هم در مورد عمرو بن شمر، میان همه گروه ها اومدن همینجوری سوالاتشون رو میپرسیدن و میرفتن و جواب میگرفتن، یک نفر بی جواب بر نمیگشت. میگه من یهوی بغضم ترکید اون گوشه نشسته بودم، برگشتم گفتم حق شما در پشت پرده باشید، حکومت دست شما نباشه، دست آل فلان باشه، یعنی بنی عباس. حضرت فرمود گریه نکن. حضرت پرسید چرا گریه میکنی؟ من توضیح دادم. حضرت فرمود گریه نکن، بدون اگر ما حاکم باشیم باید شب تا صبح برنامه ریزی و تدبیر کنیم، صبح تا غروبون را اجرا بکنیم و جز لباس خشن و خوراک سخت نخواهیم داشت. و بدان مانند جد ما نمیرم، اگر این چنین نکنیم، این خیلی این بخش ترسناک و خطرناکه، و اگر چنین نکنیم معالجه جز زنجیر و آتش جهنم ندارد. این در مورد جامعه اسلامی قبل ظهور حضرت که ما مدعی تشکیل اون هستیم هم صادقه. مسئولان ما بدونن مسئله این نیست که شما به یک جای برسید یا نباشید یا باشید، 4 سال، 2 سال، 6 سال، نه خیر، مسئله آتش جهنم است.
مگر میشه کسی منتظر اباصالح المهدی باشه و خودش مصلح نباشه؟ اگر قرآن میخونیم و میبینیم در قرآن خداوند متعال اشاره میفرماد که همسران پیامبر رو دو برابر عذاب خواهد کرد اگر خطایی کنن، میفرماد اگر خطایی مبینه شما انجام بدید، آشکار باشه، بدونید شما رو دو برابر عذاب خواهم کرد، و اگر کار خیری انجام بدید دو برابر. ایده اصلی یعنی این که کسی که میخواهد در دولت اسلامی و حکومت اسلامی جلوی چشم قرار بگیرد، تابلو باشد، کارگزار باشد، اگر خطا کرد دو برابر، اگر کار خوبی کرد دو برابر آن دنیا. صندلی مسئولیت در جمهوری اسلامی باید داغ باشد که جز انسانهای خدوم که برای آخرتشون میخوان کار بکنن کسی میل به این صندلی پیدا نکند. وقتی خداوند متعال در مورد همسران پیامبر که خانواده در واقع مسئولانن این طور میفرماد، در مورد خود اون مسئول چی میفرماد؟ نگاه کنید این آیات رو. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، بدونید اگر همین پیغمبری که تو آیات قبل ازش تعریف کردم چیزی رو به ما نسبت بده، یعنی حرفی جز وحی بزنه، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت کارشو یک سری میکنیم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میبریم. نهای قرآن ها در مورد خانواده مسئولان و بعد خود مسئولان. فما منکم من احد عنها حاجزین، هیچ کدومتونم نمیتونید جلوش بیستید. بدونید خداوند در همون آیات که در مورد همسران پیامبر میفرماد این کار برای من آسونه، این برخورد با شما. پس باید برخورد با کسانی که میخوان مسیر اهل بیتم برن باید با آسون باشه. چاره جز این نیست. ما چاره جز این نداریم که شفاف کنیم همه چیز رو. چاره جز این نداریم مسئولیت پذیری بیاریم. چاره جز این نداریم هر کسی در این کشور در شیعه خانه امام زمان چه کنشگری هاش اثر جهانی داره و شما دارید میبینید. تصمیمی گرفت، باید اون تصمیم به مسئولی که اون تصمیم گرفته برگرده. این اگر ما اعتقاد داریم این انقلاب مسیر و ادامه 124 هزار تا پیامبره، اگر هر جا گیر کردیم خون امام حسین اومده وسط نجاتمون داده، پس اینطور هم باید پاسخگو باشیم. کدام ما خونمون از پیامبر رنگین تره؟ از ابا عبدالله رنگین تره؟ چاره جز این نیست. مهدویتی که ما میشناسیم اینه. مهدویتی نیست که ما فکر کنید ما دور هم جمع بشیم اینجا دستی بزنیم گریه کنیم پاشیم بریم. اگر میگیم عهد میبندیم برای اینه. دعا مهم است، در این شکی نیست. فکر رو دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید. روایت فرموده ما هم دعا میکنیم، اما همش دعا نیست. بهترین و افضل اعمال انتظار فرج، یعنی عمله، یعنی بی عملی نیست، کنشگری، انفعال نیست، فعالانه است، داینامیکه. مهدویتی که از توی اون رخوت در بیاد رو ما قبول نداریم. اون مهدویت فرقه های انحرافی و امثال حجتی است. مهدویتی که اون همه باید پاسخگو باشد، آن همه مسئولند. آن کسی که عرفی مسئول است مسئولتر و باید پاسخگو باشند. نه کسی میل به قدرت دارد تو جامعه اسلامی. بدونید اصل این است، فر من الریاسه، از مسئولیت مسئول ما باید فرار کنه، چون میدونه اون دنیا باید جواب بده، چون میدونه خدا دو برابر باشه حساب میکنه. با همسر پیامبر اونجوری حساب بکنه، ببین با شما ها چه کار میکنن. این قاعده به عرض کردم دال مرکزی و این نخ تسبیح اینه، داغ بودن صندلی مسئولیت. بپذیرن، شفاف کنن اموالشون رو، مسئولیتاشون رو اعلام بکنن، تصمیماتشون رو اعلام کنن، با مردم مشورت کنن، به مردم بگن اینها رو، بیان ما مخلصشون هم هستیم، نوکریشون هم میکنیم، کمکشون هم میکنیم. اما اگر بخوان موقع انتخابات بیان رأیو بگیرن بعد بنا حاجی مکه ما دیگه شما نمیتونیم پیدات کنیم، اینطور نیست.
و نخواهیم گذاشت، یعنی شک نکنن و ما چاره جز این نداریم. عرض کردم وقت گذشته، انشاءالله من در فرصت دیگه راجع به مفصل صحبت خواهم کرد. به تایم نماز و اذانم داریم نزدیک میشیم، اگه اجازه بفرمایید من همینجا ختم عرایزم باشه. انشاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی عصر قرار بدن. اون مراسم عهدنامه هم هستش. بله، صلواتی نت بفرمایید.